الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سنت سلیمان لایق شخصیتی منحصر به فرد بود. برالایی کو یک انقلابی معتدل و وطن دوستی بود، یک حماسه سرای بزرگی بود. در خانواده شعر و ادبیات، در خانواده فرهنگ و کلتور، در خانواده نویسندگی همیشه جای لایق خالی خواهد بود. او برالایی که شاعر بود، یک حماسه سرای بود. اشعار لایق جاودانه خواهد بود. یاد و خاطراتش هیچ وقت فراموش نخواهد شد. لایق صاحب ده همیشگی هدایت پر بسکت چی ویل به لندی خبری وکی او مدللی چی از اراون کی نوی زدسو لندی خبری ساس خدمت ده زمور ده یو دروند شخصیت به عربندی یادوام لومړی دا ټکی یادول غواړم چې مرحوم خدای بخښلی لایق د وروسته هیواد د وروستیو شپېتو او اویا لسیزو ولولیز شعر، ادب او پنځونې هغه کړکۍ چې ده پرانیستې وه د ده په تللو سره وتړل شول. ډېر وخت په کار دی چې بیا به دغسې یو شخصیت زموږ په فرهنګي ماحول کې راوروزل سي او رابه سي او زموږ د ځوانانو محرک به سي. دا وخت لا ډېر پاتې دی، دا تشه نسو ډکولی. دوهم ټکی، ځوان او راتلونکي نسل ته خدای بخښلی لایق داسې اثار او پنځونې په میراث پرېښي دي چې د وروستیو پنځوسو کلونو د بدلونونو او اوښتونو ټول تاریک او غامز ټکي د ده په اثارو کې روښانه کېدلی سي. ځوان نسل ته بویه چې دا اثار ولولي او د افغانستان د معاصر تاریخ خاصتا وروستي پنځوس کلونه د ده په اثارو کې هغه شان پیدا کړي لکه چې په واقعیت کې څه وه. شما اینجا آمده باشید. ما پانسند میگذره. شما اینجا هستید. ما اینجا هستیم. شما اینجا هستید. Pai, 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 pai,
مسعد لایق د افغانستان د ادبیاتو یو ستر غر و او طبیعي خبره ده چې هغه ځای چې د تیرو 50 کلونو په جریان کې په افغانستان کې درلوده هغه ډېر مهم دی او د افغانستان د معاصرو ادبیاتو یو ستر فصل دی. زه په دې باور یم چې هغه ملتونه چې ژوندي دي په هغوی کې د یو مشر تک زیاد دی کې شک نشته، مګر زه په دې باور یم چې موږ دا ظرفیت لرو چې د لایق په ځای باندې سلګونو نور لایقان رامنځته کړو، هغوی روسو او هغوی په افغانستان کې کار وکړي. نو د ده نشتون په هېواد کې د حضور په خاطر باندې مهمه خبره ده، مګر افغانستان ژوندی ملت دی، افغانان ژوندي دي او د افغانستان ادبي او فرهنګي راتلونکی په اجرو په خاطر کې ده. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وزارت اطلاعات فرهنگ آمادگی دارد در هماهنگی و تفاهم با خانواده مرحوم لایق و با فرزندانش میراث فرهنگی این بزرگوار را، این چهره شاخص فرهنگی و ادبی را به گونه که لایق به شأن ایشان باشد چاپ و مدیریت. به این معنا هر بخشی که بر اساس تفاهم خانواده مرحوم و فرزندانش ضرورت است و آرشیف ملی کشور سپرده شود و هر بخشی از آثار قلمی ایشان که چاپ نشده باشد در تفاهم با وزارت اطلاعات فرهنگ یا آمادگی وجود دارد که آثار ایشان چاپ شود و در اساس همه فرهنگیان کشور قرار بگیرد. الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. كلنا كلنا د علم شعر او ادب په چوپړ کې تیر کړی و، په علمي او فرهنګي ډګر کې نه یوازې د هېواد بلکه د سیمې په کچه باندې یو ځلېدلې څېره وه. افغاني فرهنګي ټولنې ته یې په لسګونو فرهنګي چاپ شوي اثار په میراث باندې پرېښې دي او بالاخره د ژوند په وروستیو شیبو کې هم د افغانستان د علومو اکاډمۍ په علمي او فرهنګي چارو کې مشاور و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ده په علمي او فرهنګي خدمتونو باندې ویاړي.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اونی حزبی بود، مسائل سلیقوی شد. صادقانه برتان میگم که دهمی 40 سال روابط ما از بدخشان هستم. چیزی را که اتهاماتی را که برای لایق صاحبینا حواله میکردن، من یک کشه در لایق صاحب نیافتم. بسیار مردم افغانستان دوست داشت. مهمتر از همه با مخالفین خود تواضع میکرد. اینا خود نتیجه امو انفجاری که در 5 سپتامبر بود بخیالن در ششترک اینجا رسای کنم. در مو حادثه اینا زخمی شدن و او هم که رونده دفتر و کار خود بود تصادف کردن و با مو حادثه مواجه شدن. قریب 30 روز اینا تحت تداوی در اینجا در کابل بوده در شفاخانه امان الله خان. بعدا 40 روز اینا در هندوستان تحت تداوی اونجا برازی آماده شدن که همی پرواز 8 ساعت دیلی و فرانکفورت تحمل بکنن. بعد از 40 روز هندوستان اینا رفتن به آلمان و اونجا تحت تداوی قرار گرفتن. تا آخر تحت تداوی بودن. یعنی حالت نبود که از زیر کنترل و زیر مراقبت دکترات دور باشه. ولی خودش بهتر شده بود. دیگه ای امو کوتاه تصویری که ای از لحظه که اینا زخمی شدن و تصادف کمو وقت هم بده کابل بودن به کنارش هم دیگه تا انجامش از لحاظ سیاسی شما مرا گفتیم. ما فکر میکنم که چهره از او به حیث آدم سیاسی در کنار آدم فرهنگی بسیار پوشیده نیست و به خاطر امو آرمان های خود سال 2005 فکر کنم که پس دوباره به وطن برگشت و امیج حساب جایی شد. یعنی دیگه علاقه مندی برای پس برگشت به اروپا نداشت. آل هم پیش از اینکه نزدیک به انجام زندگیش شد تمام تشویششی بود که مرا در اینجا دفن نکنه، مرا به هر رقمی که میشه پس به وطن انتقال بده. کمتر هم شد. توضیح و تشریح ابعاد شخصیتی سلیمان لایق در یک مبحث کوتاه و مختصر نمی گنجه، ولی به هر صورت ما به عنوان کسی که افتخار همنشینیش داشتم و به عنوان فرزند و شاگردش مدت طولانی در مصاحبت‌هایش و از مصاحبت و از همنشینیش فیض بردیم، میتونم بگویم که لایق به این وطن عشق می‌ورزید. لایق تمام زندگیش و تمام هم و غم زندگیش مردم از این سرزمین و سرزمین به نام افغانستان بود. همونطور که شما در جریان هستین، بعد از جنگ های داخلی دهه 90 لایق بلا اجبار و مهاجرت تن داد و یک مدت در اروپا زندگی کرد. همین که جرقه برای آزادی در اینجا به وجود آمد و او فهمید که میتونه در این سرزمین زندگی بکنه، دوباره به وطن برگشت، امتیازات و آرامش کشورهای غربی را بر ازش چشم پوشی کرد و آمد و تا جایی که به خاطر دارم در همیشه صحبتایشی بود که میخواهیم که آخرین نفس ها را در سرزمین بدریم بگذارم. من در دنیا لاپات لامراز مشکلات امین خدای دار اغلن و خلق و خدای دار خدمون تر تحت سراب تلی نیکی کی واسه اللهم اخفی لحینا و میتینا و شاهدنا و غایبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و مخانا. اللهم من احیته منا فاحیه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الایمان. انا لله و انا الیه راجعون. الحکم لله. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.